الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بینندگان نهایت گرامی، روزداران عزیز، برادران و خواهران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت شما بخیر. امیدوار هستم روزهای با برکت رمضانی را با خوبی و با انرژی و با یاد الله متعال سپری بکنیم. عزیزان، با یکی دیگر از برنامه‌های فرصت‌های رمضانی در خدمت شما عزیزان قرار گرفتم و این یک فرصت دیگر و یک موقعیت استفاده جویی بهتر از رمضان به خدمت شما عزیزان به معرفی می‌گیریم تا بتوانیم از ماه مبارک رمضان بهترین استفاده را بکنیم. در ماه رمضان فرصت‌های متعدد است. ما هم الحمدلله به توفیق حضرت حق چندین تا از این فرصت‌ها را خدمت شما عزیزان معرفی کردیم. امروز فرصتی هست که در غیر از رمضان هم می‌شود از این فرصت را خلق کرد، اما در رمضان این ارزش و جایگاه و مقام بالاتر و بهتر دارد. از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است که می‌فرماید: کان النبی صلی الله علیه و سلم یعتکف فی عشر الاخیر من رمضان. پیامبر صلی الله علیه و سلم در دهه اخیر ماه مبارک رمضان معتکف می‌شدند و یا اعتکاف می‌کردند. اعتکاف همانا مقیم شدن و استاد شدن و درنگ کردن در مسجد هست. ده روز اخیر ماه مبارک رمضان اعتکاف کردن به خاطر خداوند جل جلاله و مقیم شدن به خاطر خداوند جل جلاله در مسجد یکی از سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد. خوشبختانه در اکثر مساجد در اخیر ماه مبارک رمضان یک نفر یا چندین نفر به خاطر الله جل جلاله اعتکاف میکنند و این سنت کفایی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میباشد که وقتی یک نفر از یک قریه داخل یک مسجد اعتکاف میکند، از جای بقیه اهل همان قریه نیز کفایت میکند و آن اهل قریه نیز از ثواب اعتکاف آن برخوردار میشوند. اعتکاف یک فرصتی است که در این فرصت ما می توانیم تقرب الهی را حاصل بکنیم. در این فرصت می توانیم رابطه خود را با الله متعال مستحکم بکنیم و فرصتی است که می توانیم سنت اعتکاف نشستن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را زنده بکنیم. 24 ساعت 12 ماه در پهلوی فامیل هستیم. همیشه کوشش میکنیم لحظه لحظه زندگی ما در کنار فامیل باشه. چی میشه و 10 روز را به خاطر الله از فامیل دور شویم، از معاملات دور شویم، از اجتماعی که در آن معامله و رفت آمد و خنده و شوخی و اینها هست، از آن دور شویم و فقط به خاطر الله به یاد و ذکر و عبادت الله مشغول شویم. 10 روز را به خاطر الله عبادت کردن فرصتی است فقط در ماه مبارک رمضان که ارزش و جایگاه والایی دارد. این 10 روز احتمالاً باعث این بشود که شما 1000 ماه ثواب کسب بکنید، چون فرصت شب قدر در این 10 روز را علما کرام می‌فرمایند بیشترین فرصت هست. اکثریت علما و قریب به اتفاق می‌فرمایند شب قدر در دهه اخیر ماه مبارک رمضان هست. پس اگر ما این فرض را بگیریم که شب قدر در دهه اخیر ماه مبارک رمضان هست، پس شما وقتی این دهه را به عبادت الله، به ذکر الله و به یاد الله مشغول شوید، بدانید که شب قدر را به طور حتمی کسب می کنید و شب قدر درجه اش، ثوابش، فضیلتش در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و به نص صریح قرآن 1000 ماه عبادت یاد شده است. اعتکاف یکی از با فضیلت ترین فرصت هایی است که در ماه رمضان ما داریم. من چند فضیلت بسیار مهم و کوتاه آن را اینجا یادداشت کردم خدمت شما عزیزان ارائه می کنم. اولین فضیلتش درک شب قدر هست. فضیلت شب قدر صحبت کردیم. دومین فضیلتی که اعتکاف دارد و ما به وسیله اعتکاف می توانیم این فضیلت را از آن خود بکنیم، بخشش گناهان هست. در برنامه های قبلی نیز صحبت کردیم. خداوند میگه ای بنده من به هر دلیلی میشود به من نزدیک شو. ما را واقعا الله دوست داره. ما مخلوق محبوب الله هستیم. ما را الله دوست داره. فقط یک علتی، یک دلیلی، یک عاملی میخواهد که ما به الله نزدیک بشویم، به الله رجوع بکنیم و الله گناهانمان را ببخشد. اعتکاف دلیلی میشود برای بخشیده شدن گناهان ما. اگر حتی توانایی
افطاری دادن را هم نداریم که با یک گلاس آب می شود که این را در برنامه های قبلی صحبت کردیم، می توانیم دهه اخیر اعتکاف بنشینیم. این اعتکاف نشستن باعث می شود گناهان ما و گناهان ما قبل از این رمضان و ما قبل از این اعتکاف ما مورد عفو و بخشش الهی قرار بگیرد. سومین فضیلتی که در نشستن اعتکاف ما میتوانیم آن را کسب بکنیم و از این فرصتی هست پیش آمده که از آن استفاده بکنیم، همه ما دوست داریم در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این حسرت را میخوریم، کاش در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میبودیم، کاش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را میدیدیم، کاش در آن زمان میبودیم که دوشادوش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در غزوات و سریه ها و اینها اشتراک میورزیدیم و در مقابل کفر و الحاد دفاع میکردیم، کاش در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می بودیم و خون خود را در راه الله می ریختیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند، یک روزی در پیش اصحاب خود بود، می فرمایند این من ورائکم زمان و صبر للمتمسک فیه اجر 50 شهیدم منکم، بعد از شما افرادی هستند که آنها به صبر تمسک می جویند، مخاطبش صحابه هست، آنها به صبر تمسک می جویند و به صبر چنگ می زنند، این صبر کردن آنها و این صبر کردن آنها به خاطر الله اجرش و پاداشش و مزدش برابر است با اجر و پاداش و مزد 50 شهید از شما. اگر ما نتوانستیم اون فرصت را پیدا بکنیم، اگر الله جل جلاله ما را در این زمان خلق کرد، در این زمان نیز این فرصتی هست که ثواب شهید صحابی و کسی که هم دیدار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نصیبش شده و هم در راه الله خونش را ریختانده و دوشادوش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مقابل کفار مبارزه کرده، ما همین ثواب و این اجر و مزر کسب بکنیم. چهارمین فضیلت اعتکاف این هست که روزه ما کوشش میکنیم روزه خالص داشته باشیم. گاهی اوقات روزه ما تنها با نخوردن و آشامیدن کامل نمیشود، بلکه اعمال دیگری در روز شاید انجام بدهیم که باعث خدشه‌دار شدن روزه ما میشود، ولی در دهه اخیر وقتی ما به خاطر الله داخل مسجد میمانیم و اعتکاف میکنیم، روزه ما از خدشه‌دار شدن در امان میماند، از حرف لهو و لعب، از غیبت کردن، از دروغ گفتن، از چشم چرانی کردن، از خیلی از اعمالی که شاید اصلا ما متوجه آن نشویم و روزه ما را خدشه‌دار ساخته، در نشستن به اعتکاف این فرصت را داریم که تا روزه خود را از خدشه‌دار شدن نجات بدهیم. و پنجمین فضیلتی که می توانیم ما در اعتکاف آن را به دست بیاوریم این هست که می توانیم تمرین بکنیم، تمرین تقرب الهی، تمرین ذکر یاد الله، تمرین آمدن در مسجد، تمرین ادا کردن نمازها در جماعت و تمرین ماندن در مسجد، رین را تمرین بکنیم، این تمرین باعث عادت بشه، این عادت عادت نیکویی است، عادتی است که ما را به الله متعال نزدیک میکنه. وقتی اعتکاف نشستیم و به خاطر الله در مسجد معتکف شدیم، چند نکته را باید به یاد داشته باشیم. اینها از جمله آداب اعتکاف هست، اینها را باید همه ما و شما اگر معتکف میشویم رعایت بکنیم. اولا در مسجد به یاد و ذکر الله متعال مشغول باشیم، به تلاوت قرآن مشغول باشیم، به دعا کردن مشغول باشیم. بهترین فرصت است برای دعا کردن به حق خود، به حق فامیل، به حق اولاد، به حق تمام این امت مسلمه و به خصوصا به حق این کشور ما، به حق این مردم مظلوم ما دعا بکنید. دعای ما را خداوند جل جلاله در این فرصت ها حتما قبول می کند. فرصتی است برای نمازهای نافله، فرصتی است دوری کردن از موبایل. واقعا اگر اعتکاف بنشینی و روز را با بلند رفتن و پایین رفتن در صفحات فیسبوک و در صفحات مجازی سپری بکنی و فقط ماندن در داخل مسجد، از فضائل اعتکاف شاید چندان بهرمند نشوی و از آداب این آداب را باید مراعات بکنیم و داخل مسجد و وقتی معتکف می شویم از این وسائل دوری بکنیم و از فضای مجازی و از اجتماع مجازی دور باشیم و کوشی بکنیم در این فرصتی که داخل مسجد هستیم معتکفین، اگر یک نفر هست یا چندین نفر هست، حفظ و پاکی نظافت مسجد را همه به طور خصوص مراعات بکنن. نظافت جزء ایمان هست و کوشش بکنیم تا اینکه از این آداب اعتکاف را نیز مراد بکنیم، تا با این آداب این فضیلت های اعتکاف را کسب بکنیم و صاحب اجر و مزد عظیم بشویم. خداوند به همه ما و شما توفیق عمل صالح عنایت بفرماید و ما را توفیق بدهد تا از این فرصت ها به روش احسن و به وجه احسن استفاده بکنیم. شما را
تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر از رمضان به الله متعال میسپارم. جهانی سپاس که تا این لحظه بیننده برنامه بودید. وقتتان خوش. الله یار و نگهدارتان.